دلتا صفر باشه که مثبت منفی صفر کهش فرق نمیکنه آره هیچ، چه مثبت درست صفر بروی چه منفی صفر بروی فرق نمیکنه، درست یه دونه ریشه داره. پس اگر دلتا مون صفر باشه یه دونه ریشه داره، بله که ریشمون هم مضاعفه. و اگر دلتا چه ریشه مضاعفه، این حالت رو اگه خاطرت باشه به توان دو مثلا این حالت اگر دلتا صفر باشه، خب که میگیم آقا ایکس همون مساویه با آی اون ریشهش و چون یه دونه است دو. آره و چه آره. حالتی داره میگن ریشه مضاعف اوکی 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 داره. خب و اگه هیچ ریشه ای نداشته باشه یعنی دلتاش چیه؟ بی ریشه است کلو آدم بی ریشه ایه. از اینا نباشیم خب حتی میتونه زیر نمودارم باشه، مهم اینه که با ایکس برخوردی نداشته باشیم. در صورتی میتونه پایین باشه که تقعرش نگاه رو به پایین باشه. آره حالت رو به بالا باشه که بالاخره میره سوراخ میکنه دیگه. یعنی اگه اون رأس سهمیمون این پایین باشه مقدار ایگرگش اون پایین باشه، ولی خیلی سراغ مثلا جزئیات این قسمت نمیریم. خیلی جا میبینم که به بچه ها در مورد این که آقا چه اطلاعاتی در مورد رأس و فلان و خیلی اطلاعات بی خودی به بچه ها میدن که اصلا لازم نیست. الان کاربردش رو توی فیزیک فصل حرکت بهت نشون میدم که ببینی چقدر. به نظر من اون کسی که میگه یه جایی هم استفاده میکنه ازش، ولی شما روش هایی رو میگید که اونا رو خلوت میکنه، درسته؟ نیاز نداری. یعنی انقدر پک میکنم برای بچه ها که با کمترین اطلاعات خیلی خوبه، با پکترین اطلاعات برید سراغ فضل. این فوق‌العاده است، نه اینکه کلی برم اطلاعات من خودم کتاب میخوندم از این سهمیا تو همین فیزیک، حالا تعارف نداریم که انقدر نکته میبرد توی ریاضی و من فاز ریاضی میگرفتم کلن و انقدر درگیر نکات مختلف میکردم قاطی میکردم. یعنی شما میگید با همین چیزای پیش پا افتاده که الان گفتید تست میخواییم بزنیم؟ تست اوکی اوکی عالی، بریم سراغ تستامون ببینیم که چی داریم. مثال پیش پا افتاده و دلش را شیک و مرتب در اختیارتون قرار میگیره. عالی بود بچه، طبقه بندی شد تو ذهنم. خیلی شلنجار رفتم با خودم که آقا اینو مثلا در چه حد برای بچه ها ریز و خوشگلش کنم که توی کمترین تایم ممکن بچه ها اطلاعاتی که لازم دارن رو دمتون گرم. شما بالاخره ریاضی که نمیخونید، فیزیک میخونید و یه قسمتی از ریاضیات توی فیزیک کار درست داره. نه همش، یه جای معادله رو میده درسته ها. از ما میخواد که در طول مسیر چند بار تغییر جهت میده و یکی از کارهایی که خیلی قشنگ ما انجام بدیم رسم نمودار سهمی از روی معادله است. آقا ما فرض کن اتحاد بلد نیستیم. اوکی. من اتحاد بلد نیستم. خب دو تا این ضریب ایکس تا یک هست یا نیست؟ بله. بریم جمله مشترکه رو استفاده کنیم. اونی که دو تا عدد باید پیدا کنی که جمعشون بشه چند؟ منفی 6. ضربشون هم بشه مثبت 9. مثبت 9. کدوم دو تا عدد میشه؟ 3 و 3. منفی 3 و منفی 3. آره. یعنی میتونم بگم ایکس منهای 3 در ایکس منهای 3 آره. میشه به تمام 2 دیگه. آره. اگر بخوام چنین معادله ای رو رسم کنم یک ریشه مضاعف اینه، یه ریشه یعنی میماله میره. آره درسته درسته. عرض از مبدأش چنده؟ کجا میماله؟ 9. ببخشید 9 شروعه. آها نه 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 کن، تو چه نقطه ای ریشهشه؟ اینجوری بگم ایگرگ رو توی نقطه 9 قطع میکنه. آره آره، ولی ایکسش صفر باشه آره. نقطه 9 قطع آره. این الان ریشهش چیه؟ 3. تو چه نقطه ای میماله؟ 3. تو نقطه 3 تقعرش رو به یه بار میماله در میره. آره. تقعرش رو به روبه ضریب بالاست. بالاست. آره. یعنی اگه رو دستگاه بخوایم نشون بدیم. الان رسمش میکنم واسه. رسم کنیم. آره. چه کردی؟ بریم بابا. بابا. اینجوری. باحت. این قسمت منفیاش هم نیومدم. چرا؟ چون ما تی منفی نداریم، زمان منفی نداریم، از مثبتش رسم کردیم. تو نقطه 3 میماله، تو نقطه 9 قطعش میکنه. بله. محور عمودی اونو که اینجا ایکسه حالا تقعرش هم رو به بالاست، یه ریشه مضاعف هم داره، قطع نکرد، سوراخ نکرد، فقط مالیده و رفته. اوکی عالی. این از این. یه مثال دیگه اینجا دوباره
دوباره اتفاقاتی میفته که ما بهتر نموداره مکان زمان رسم کنیم. بریم. یعنی یک سهمی باید رسم کنیم. دوباره جمله مشترکه داره چشمک میزنه دیگه. درسته. ضریب x تا 1. خب اون آره جمع دو عدد ضرب دو تا عدد. ضربش خب bôi thì chúng ta sẽ bôi phần mặt trước các bạn nhé, sau đó bôi phần trán sau. Chúng ta sẽ bôi như thế này. Bôi xong chúng ta sẽ để trong vòng 10 đến 15 phút các bạn thử giúp anh.